بریم به هم دیگه انجیل مرقس 10:17 الی 31 رو داشته باشیم. چون به راه می رفت، شخصی دوان دوان آمده پیش او زانو زده سوال نمود که ای استاد نیکو، چه کنم تا وارث حیات جاودانی شوم؟ خیلی ممنون، من شما رو صحبتتون قطع می کنم. شخص جوانی دوان دوان میگه ثروتمند، جوانم هست. این شخص جوان از همون جوانایی هست که برای ثروتمند شدن خیلی عجله داشته و موفق هم شده بوده، یکی از رؤسام بوده. بلافاصله به مسیح میاد میدوه، حالا خب به خوبی تونسته تو یک فاصله کم ثروتمند بشه، حالا میدوه میگه حالا من چجوری میخوام وارد ملکوت تو بشم؟ تو تصورش بر این بوده همه چیز با اعماله، همه چیز با رفتار هستش. در مزمور 127 ما میخوانیم خانه ای رو که خدا بنا نکنه بنایان بیهوده زحمت میکشن، شهری که خدا پاسبانی نکنه پاسبانان بیخودی زحمت میکشن. میگه فرزندان خدا خوابن، خدا به اونها برکت میده. من یکی از اون فرزندان هستم، من یکی از اون فرزندان هستم. خدا مطابق فیضش منو صدا کرده از ایران که شرط خوبی داشتم، منو آورده تو این سرزمین و حافظ من هستش. من تا به امروز تجربه نکردم که یک روز گرسنه باشم، تا به امروز تجربه نکردم خدا منو تنها گذاشته باشه. به طور خاص از زمانی که مسیح ایمان آوردم، نمیخوام بگم اشکال داره، پیش میاد که یه روز گرسنه میشه خوراکی نداره، منظورم این نیست. هدفم این هست که وقتی کاملا خودتو به خدایی که میشناسی میسپاری، احتیاج نیست عمل تو باشه، حتما باید فعال باشیم، اما دیگه نیاز به عمل ما نیست. بله ایسو به دو چرا مرا و بله. چرا؟ باز این شخص شخصی بوده که به خاطر درآمد خوبش حتما اعمال نیکم انجام میداده، حتما کار افرادی که معمولا ثروتمند هستن، افرادی هستن که حقیقتا کمکی به خیلی هم شاید بکنن، و یا قلبشون هست و یا به حال شرایط روز هست که محبوب ترشون بکنه، به مردم کمک میکنن. اون در اصل داره این نیکویی اعمال خودش رو نسبت میده به نیکویی حالا عیسی مسیح، یعنی کاملا درک نکرده بود داره چی میگه، یه چیزی گفته بود دیگه، یه چابلوسی کرده بود، ولی درک درستی نداشت نسبت به اون که داره میگه، چون فکر میکرد اعمال اون میتونه اونو نجات بده، ولی در اشتباه بود. چه چیزی ما رو نجات میده در ملکوت خدا؟ یه نفر بگه ایمان مسیح. اما قبلش چیه؟ قبلش چیه؟ قبلش چیه؟ فیض خداست. فیض خدا ما رو نجات میده، به اعمال ما نیست، به رفتار ما نیست، به ایمان ما هست، اما این لطف خداست، این فیض خداست. این شخص دوان دوان داشت میخواست بره، به خاطر این گفت من رفتار خوبی کردم، عیسی مسیح تو هم کارهای خوبی کردی، منم خیلی کارهای خوبی کردم، من اومدم الان برم. مثل خیلی از عزیزان هستن وارد کلیسا میشم میگن ما نمیدونیم چه آدم خوبی بودیم، این کارو کردیم، اون کارو کردیم، اون کارو کردیم. به اینها نیست، خوب بودی خدا رو شکر، وارد کلیسا شدی فقط تحت فیضی. یه شخصی وقتی میمیره، میره داستان هست البته حقیقت نیست، میگن وقتی میره نزدیک دروازه بهشت میشه میگن 100 تا امتیاز لازم داریم. میگه خب من همه اعمالمو میگم. میگن بگو. میگه یتیم خونه درست کردم، طرف این مینوشته، خانوادم رو دوست داشتم، محبتشون کردم، هی مینوشته مینوشته، بعد این کارو کردم اون کارو کردم. میگه خب بازم کم داری. میگه چقدر؟ میگه 98%. بازم 98 امتیاز کم داری. میگه یعنی این همه شد 2 امتیاز؟ میگه آره. یه خود فکر میکنه، میگه من فکر کنم فقط به لطف خدا نیازمندم. میگه حالا میتونی وارد بشی. فیض خدا رو باید درک کنیم، تا فیض خدا رو درک نکنیم هنوز مغرور هستیم. این جوان مغرور بود هنوز، گذشته از مسئله که حالا بهش میرسیم. بله چرا مرا نیکو گفتی و حالان که کسی نیکو نیست جز خدا فقط؟ احکام را میدانی، زنا مکن، قتل مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، دغابازی مکن، پدر و مادر خود را حرمت دار. او در جواب وی گفت خیلی ممنون استاد. عیسی مسیح از 10 فرمانی صحبت کرد که در خروج 20 هست. تمام چیزایی که گفت رو انجام داده بود. چی میگه بعدش؟ او در جواب وی گفت ای استاد، این همه را از طفولیت نگاه داشتم. همه اینو انجام داده بود،
اما من فقط به دو تا نکتهش میخوام اشاره کنم که انجام نداده بود. یک، طمع به ثروت یعنی خدای من پوله. کلام خداوند اعلام میکنه که غیر از یهوه خدای دیگه ای نداشته باش، ولی این جوان داشت. نکته دوم، کلام خداوند در همون قسمت ده فرمان میگه طمع نکن به همسایت، به اموالش چشم طمع نداشته باش، ولی این شخص جوان در طمع بود. بله، عیسی به وی نگریسته او را محبت نمود و گفت تو را یک چیز ناقص است، برو و آنچه داری بفروش و به فقرا بده، که در آسمان گنجی خواهی یافت، و بیا صلیب را برداشته مرا پیروی کن. این پادزهر طمع، همون پادزهری که در کلام خداوند نسبت به هدایا و ده یک در کلیسا اومده، سوء تفاهم نشه که اگر کسی، این مثال خود ایرانی هست، میگن کسی که از پول میگذره از چی میگذره؟ از جونش هم میگذره. درسته کلام خداوند میگه به خوشی دل، ولی اینجا یک دروازه هست که ببینه واقعا شخصی که وارد کلیسا میشه، ایمانداری که هست، آیا واقعا انقدر به خدا اعتماد داره که اجازه نده این ترس بیپولی اونو اذیت بکنه؟ خدا به پول ما احتیاج نداره، ولی روی دنیا کلیسای مسیح به پول احتیاج داره، رویاهای ما به پول احتیاج داره که ما بتونیم، ما نمیتونیم بگیم که خب خیلی ها هستن شاید بخوان کمک ما بکنن در این رویا، الان ما اجازه نداریم از خیلی ها کمک بگیریم، چون مبادا خدمتمون رو عذر میخوام کثیف کنیم، آلوده کنیم. پس ایستادیم توی سختی ها، نه ما، کلیسای ما، خیلی از کلیساها هستن که ایستادن خدمتشون آلوده نشه و کثیف نشه. ولی خداوند به ایمانداران میگه، میگه ده یک به هدایای خودتون رو با خوشی دل به خانه خدا بیارید تا در مسیر اراده خدا ازش استفاده بشه. و این یه محکه که من هنوز چقدر به این بوت ثروت دارم نگاه میکنم. برای همین اجازه بدید از انجیل متی 6:24 بخونیم. عیسی مسیح میگه هیچ کس دو آقا را خدمت نمیتواند کرد، یکی از آقاها خود مسیحه، یکی از آقاها یه بوته، اسمشو میخونیم اینجا. میگه زیرا یا از یکی نفرت دارد و یا دیگری محبت، و یا به یکی میچسبد و دیگر را حقیر میشمارد، محال است که خدا و ممون را خدمت کنید. ممونا را خدمت کنید، ممونا همون در اصل به زبان آرامی یعنی ثروت، ولی اصطلاحا به عنوان خدای پول نیز ازش استفاده میشه. و برای همه ما این سنگ محک ماست. اگر کلام خداوند ما رو تشویق میکنه به دادن هدایا و ده یک، برای این هست که بتونیم ما جدا بشیم، نگاهی به خدای پول نداشته باشیم، نترسیم، ایمان داشته باشیم که خداوند ما رو برکت خواهد داد. بله، لکن او از این سخن ترشرو و محزون گشته روانه گردید، زیرا اموال بسیار داشت. آنگاه عیسی گرداگرد خود نگریسته به شاگردان خود گفت چه دشوار است که توانگران داخل ملکوت خدا شوند. چون شاگردانش از سخنان او در حیرت افتادند، عیسی باز توجه نموده به دیشان گفت ای فرزندان، چه دشوار است دخول آنانی که به مال و اموال توکل دارند. چرا نمیخواست اون شخص ثروتمند ثروتشو به فقرا بده؟ عیسی مسیح برای ما چه ارزش داره؟ آیا ما عیسی مسیح رو میفروشیم؟ نمیفروشیم، دوستش داریم. و ثروت برای اون جوان انقدر ارزش بودش، خدای او شده بود، نمیتونست اعتماد کنه. اون پولی که جمع کرده بود بر حسب طمع جمع کرده بود عزیزان، و خداوند اون شخصه اگر دنبالش میاد باز خدا به او ثروت میداد. اما ثروتی که از این به بعد به او میداد ثروتی نبود که از در مسیر طمع و ترس باشه، ثروتی بود ماندنی. فکر نکنیم که فقط صحبت از ثروت آسمانی میکنیم، خدا دوست داره ما اینجا ثروتمند بشیم، ولی ثروتی که در مسیر طمع نباشه، در مسیر خودخواهی ها نباشه، چرا که ما رو مجبور میکنه توی اون بیزینس دروغ بگیم،
ریا کنیم و آسیب به دیگران نیز بزنیم. قبلا هم یک گواهی رو گفتم، بازم الان به دلم هست که بگم. اون اوایلی که ما وارد آمریکا شده بودیم، مثل خیلی عزیزانی که تازه میان واقعا نه درآمدی داشتیم، یک بار توی کلیسا اعلام کردن که یه خانواده‌ای در ترکیه احتیاج داره به کمک مالی و ما یه پولی رو گفتیم جمع میکنیم همه. خود منم جز خادمین بودم. روح القدس با قلبم صحبت کرد که تو $100 بده. ولی باور کنید ما هیچ پول کش نداشتیم، هیچ پول کش. اینجا یه فود سم ما میگرفتیم اون اوایل و من همون موقع تو قلبم گفتم خدای من که اصلا پول ندارم. روح القدس با قلبم صحبت کرد فقط یه کاغذ بنویسم $100 و منم نوشتم توی کاغذ $100. خوب اعتماد کنیم به خدا و اونو تاک کردم انداختم توی صندوق هدایا. وقتی که کشیش اون کلیسا اینو دید و میدونست وضعیت مالی من خوب نیست، گفت رسول جان تو نمیخواد بدی. گفتم نه، قول دادم. گفت ببین من به جای تو میدم. یعنی انقدر دلش سوخت برای من. گفتم نه نه، این کاری که من باید انجام بدم. با همون کشیش ما یک هفته بعد رفتیم توی کلیساها، من گواهی میدادم، ایشون موعظه میکرد. توی یکی از این کلیساها وقتی که من تموم شد گواهیم اومدم، یه خانومی از اعضای اون کلیسا دوید یه دونه چک داد به من. منم گفتم نه نه، من برای چی باید پول بگیرم؟ گفت نه، خدا با قلبم صحبت کرد من اینو بدم به تو. گفتم نه، اینو بده به کشیش. وقتی اون کشیش اومد نگاهی گفت نه رسول، این مال من نیست، این مال توئه. خدا با قلب این صحبت کرد. هیچی، حالا برای منم سخت بود، حالا این پولو برای چی بگیرم؟ من بودم گواهی بدم، این چرا به من این هدیه رو داد؟ برای سوار ماشین که شدم همه داشتم با کلنجا میرفتم به شبانم، هم میگفتم نه اینو من نمیخوام بگیرم. یک دفعه روح القدس گفت این مال تو نیست، این همون $100 که بهت گفتم بنویس. اون موقع بود من چکو باز کردم، دقیقاً $100 بود. به خدا اعتماد کنیم، ایمان داشته باش. نه رسول نیازمند به پول شماست، نه این کلیسا. خدا نیازمند به این که دلهای شما مال اون بشه، که با تمام وجود رو دوست داشته باشید و بین شما و خدا هیچ چیزی قرار نگیره، که نگاهتون اون بر باشه. بله، سهل‌تر است که شتر به سوراخ سوزن درآید از اینکه شخص دولتمند به ملکوت خدا داخل شود. ایشان به غایت متحیر گشته با یکدیگر میگفتند پس که میتواند نجات یابد؟ عیسی به ایشان نظر کرده گفت نزد انسان محال است، لکن نزد خدا نیست، زیرا که همه چیز نزد خدا ممکن است. آمین. که بر اساس اون فیضه که ما نجات پیدا میکنیم. بله، پتروس به دو گفتن گرفت که اینک ما همه چیز را ترک کرده تو را پیروی کرده ایم. عیسی جواب فرمود هر آینه به شما میگویم کسی نیست که خانه یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا اولاد یا املاک را به جهت من و انجیل ترک کند، جز اینکه الحال در این زمان 100 چندان یابد، از خانه ها و برادران و خواهران، مادران، فرزندان و املاک با زحمات، و در عالم آینده حیات جاودانی را. اما بسا اولین که آخرین می‌گردند و آخرین اولین. آمین آمین. پس ما میتونیم، دستم میذارم خیلی خواب بلند شه، هوا گرمه. ما میتونیم با توکل به خدا به جای طمع به همه چیز، همه چیزمون رو تو دستای مسیح بسپاریم. یه مثال انگلیسی میگه طمع به همه چیز از دست دادن همه چیز هستش. ما در مسیر طمع هرگز نمیتونیم زندگی خوب و خوشی رو داشته باشیم. بریم با هم دیگه به نکته دوم لطفاً. ریشه بدی ها چیست؟ همه بروشور داریم؟ ریشه بدی ها چیست و چگونه میتوان از آن رهایی یافت؟ میخوای نکته اولم بیاریم براتون مقدور هست؟ ریشه بدی ها چیست؟ این برای جلسه قبل بود. و چگونه میتوان از آن رهایی یافت؟ ریشه بدی طمع به لذت دنیاست که دلیل ناخوش ناخوشی می شود و برای رهایی از آن می بایست به اعتدال اندیشید و به استقامت در برابر وسوسه عمل نمود تا در سلامتی زندگی کرد. نکته دوم اینو لطفا پر کنید. عزیزان خودکار دارید؟ بازم میگم اینا رو جمع آوری کنید، شما معلمین میتونید بشید برای دیگران. نکته دوم، ریشه بدی طمع به ثروت دنیاست
که دلیل ناآرامی می شود، چرا آرامش رو می گیره طمع از ما، و برای رهایی از آن می بایست به اعتدال اندیشید و به امید در برابر نگرانی عمل نمود تا در آرامش زندگی کنیم یا زندگی کرد. پس اگر در چهارچوب طمع بخوایم زندگی کنیم، این رو بدونیم اون آرامش رو نه در بیداری و نه در خواب خواهیم داشت. باز شاعر میگه شبها به هزار آرزو میخوابیم، فردا که بیاید همگی بیتابیم. انگار اون آرامش نه در شب داریم و نه در روز. عمریست که به آهنگ طمع میرقصیم، دنیاست نوازنده و ما مضرابیم. پس اگر میخوایم خالی از تمام آن ناآرامی ها بشیم، امور زندگیمون رو کاملا به دست او بسپاریم. و این رو میدونیم که در انجیل یوحنا 14:27 اعلام میکنه عیسی مسیح برای تمام امور زندگی، چه امور مالی و چه امورهای دیگه که باعث آزار تو هستش، اعلام میکنه سلامتی برای شما میگذارم، سلامتی خود را به شما میدهم، نه چنان که جهان میدهد من به شما میدهم، دل شما مضطرب و هراسان نباشد. چرا که قوت خداوند میتونه در ما این آرامش رو بده تا با فیض او بتونیم زندگی سالم داشته باشیم. پس به علم و ثروت در مسیر اراده خدا بیاندیشیم، هر دوش در یک اعتدال درست برای زندگی سالم ما لازم است.